اگه از داروهای مکمل استفاده میکنید یا میخواید استفاده کنید، بهتون توصیه میکنم اول یه نگاهی به این ویدیو بندازید، چون ممکنه جونتون در خطر باشه و سلامتی که بزرگترین نعمتیه که دارید رو از دست بدید. بعد از دیدن این ویدیو میتونید تصمیم بگیرید که میخواید استفاده کنید یا نه، اون با خودتون. سلام میکنم بهتون، خیلی خیلی به کانال خودتون خوش اومدید. دکتر نیما هستم. بیایید با هم صادق باشیم. خیلی از ماها از داروهای مکمل که شامل ویتامین ها، مواد معدنی یا چیزهای دیگه ای هستن استفاده میکنیم. به خاطر همین وارد هر داروخونه ای که میشی دیده میشه که بزرگترین قفسه و جلوی چشمترین قفسه ها مربوط به داروهای مکمل هستن. اما این قضیه کم کم داره بوش در میاد و به نظر میرسه که داروهای مکمل دارای ضررها و خطرهایی هستند که میتونه بسیار مهم باشه و عواقب جدی حتی مثل مرگ رو در پی داشته باشه. در همین مورد یه مقاله معتبر همین دیروز منتشر شده، یعنی تاریخ 21 می 2024، که میخوام با شما به اشتراک بذارم. محققای این مقاله اومدن 415 هزار نفر از جمعیت انگلستان رو به مدت بیش از 12 سال تحت نظر قرار دادن و از لحاظ مصرف اسید چرب اومگا 3 بررسیشون کردن. اسید چرب اومگا 3 خیلی معروفه و احتمالاً میشناسیدش. از خواص زیادی برخورداره و گفته میشه که برای سلامت قلب و عروق خیلی خوبه و التهابات عروقی رو هم کم میکنه. اما نتایج این مقاله یه خورده این باورها رو تحت تأثیر قرار میده. این تحقیق نشون داد در کسانی که مشکل قلبی نداشتن اما از مکمل‌های اومگا 3 استفاده میکردن، 13% ریسک ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در این افراد بیشتر بود و 5% احتمال سکته مغزی هم در این افراد افزایش پیدا میکرد. اما نتایج در کسایی که سابقه مشکل قلبی داشتن متفاوت بود. کسایی که مشکل قلبی از قبل داشتن و از مکمل‌های اومگا 3 که براشون تجویز شده بود استفاده می‌کردن، نرخ بروز بیماری‌های قلبیشون 13% کاهش پیدا کرد. خب این نتایج یه پیام مهم می‌تونه برای ما داشته باشه. در کسانی که سابقه یک بیماری رو ندارن اما از مکمل‌ها برای خودشون استفاده می‌کنن بدون تجویز پزشک، ممکنه که این مکمل‌ها باعث عوارض ناخواسته و حتی گاهی اوقات جبران ناپذیر بشه. اما از اون سمت کسایی که یک بیماری رو دارن و پزشک براشون با توجه به بدنشون دوز خاصی از یک مکمل رو تجویز میکنه، نه تنها ضرری نمیبینن، حتی میتونه براشون خیلی هم مفید باشه. البته چند تن دیگه از دانشمندان نظرات متفاوتی رو راجع به این مقاله ابراز کردن. مثلا دکتر لینکنستاین از انجمن قلب آمریکا گفته که تأثیر قرص‌های اومگا 3 بر فیبریلاسیون دهلیزی چیز جدیدی نیست. علتش تداخلیه که اومگا 3 میتونه با سیستم الکتریکی قلب داشته باشه و باعث بشه که درست کار نکنه. به خاطر همینم هست که انجمن قلب آمریکا استفاده از مکمل‌های اومگا 3 رو توصیه نمی‌کنه و به جاش توصیه می‌کنه که در هفته دو بار ماهی مصرف بشه، ورزش بکنیم و از استرس دوری کنیم و خواب خوبی داشته باشیم تا قلب سالم تری داشته باشیم. دکتر منسن هم که از استادهای دانشگاه هاروارده یه سری ایرادهایی به این مقاله گرفته و گفته که همه متغیرها تو این مقاله سنجیده نشده و مصرف کمتر از 1 گرم از اومگا 3 در روز مشکلات زیادی رو ایجاد نمی کنه، اما مصرف بیش از 1 گرم از اون میتونه نرخ ایجاد اختلالات قلبی رو تا 50% افزایش بده. این نشون میده که استفاده دوز درست از مکمل‌ها چقدر مهمه و اینطوری نیست که ما بگیم هر چقدر بیشتر ویتامین و مواد معدنی و مکمل مصرف کنیم برای سلامتمون بهتره. به این نکته واقعا باید دقت بشه. مکمل روغن ماهی فقط یک مثال بود و چون مقالش تازه بیرون اومده بود براتون مثال زدم، اما راجع به بقیه مکمل ها هم این صادقه و استفاده از مکمل بدون توصیه پزشک و بدون نیاز میتونه عواقب بدی داشته باشه.
مثلا مصرف زیاد ویتامین دی میتونه به کلیه ها آسیب بزنه و مصرف زیاد ویتامین A عوارض جبران ناپذیر رو برای کبد رقم میزنه. مصرف بیش از حد ویتامین E میتونه باعث کانسر پروستات و سکته های خونریزی دهنده بشه که ما بهش میگیم هموراژیک استروک. مصرف بیش از حد مکمل کلسیوم میتونه باعث عوارض قلبی بشه و مصرف بیش از حد مکمل آهن میتونه باعث رسوب آهن در ارگانهای مختلف و از کار انداختنشون بشه. باز یکی دیگه از مثالهایی که میتونم بزنم و این متاسفانه توی کشور ما خیلی رواج داره، ارتباط بین نوروبیون و ایجاد سرطان ریه است که مقالش همین یکی دو سال پیش منتشر شد. پس حتما اگه میخواید مکملی استفاده کنید یه علت خوب براش داشته باشید و حتما با پزشکتون مشورت کنید که بهتون اوکی بده و دوزش رو با توجه به بدنتون تنظیم کنه. هدف من از تولید این ویدیو و ارائه این مثال ها این نیست که بگم مکمل ها بدن و نباید مصرف بشن. هدفم اینه که گول تبلیغات و ترند هایی که این روزا خیلی در اطرافمون درباره مکمل ها در جریانه رو نخوریم. اگه تو این هدف موفق بودم با لایک کردن از این ویدیو حمایت کنید و لینکش رو برای دوستاتون و در گروه های خانوادگیتون بفرستید. به علاوه لینک ویدیو توی کانال تلگرام هم هست که از اونجا بتونید به راحتی شیر کنید. نکاتی که دوست دارم از این ویدیو توی ذهن بمونه اینه که 1. مصرف مکمل ها بی ضرر نیست. 2. مصرف مکمل ها وقتی یک مشکل وجود داشته باشه میتونه سطح سلامت ما رو خیلی بالا ببره و 3. مصرف هر مکملی مثل هر داروی دیگه‌ای بهتره با تجویز و سلادید پزشکتون و با توجه به وضعیت شخصی شما تنظیم بشه. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. ویدیوهای دیگه هم این گوشه هست که میتونید نگاه کنید. خداحافظ.